سلام دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به گیم پلی هیروی پانگولیر با هم صحبت بکنیم. پانگولیر ما رنکش ایمورتال 144 هستش و توی تیم اینتو دی بریج بازی میکنه. کلا توی دور یه دونه لول 1 هم میزنن که مطمئنشن مدوسا رو میتونن بکشن. دقت کنین بچه ها، این پاور تریج رو دائما رو حالت اینتلیجنت قرار میده وقتی که میخواد با لول 1 درگیر رو شروع کنه. مثلا رو حالت اینتلیجنت به محض اینکه با لول 1 هایت و اتک داد اون رو اجیلیتی میکنه و دوباره شروع میکنه اتک دادن ساپورت حریف که بالا رو داشت تکی پوش میداد. ببینین با تاید زیاد کاری نداره. تاید یه هیروی تانکیه و همین که ساپورت رو پشت دوباره برمیگرده توی لاین تا فارم بکنه. خب این پوزیشن رو دقت کنین، بازم میبینین این چنترس رو میبینه، یه هیرویی که خیلی راحت میکشتش، با لول 1 خودش رو بهش نزدیک میکنه، دائما اتکش میده، یه دونه لول 2 میزنه
کولدان لول یکش تموم شده، دوباره لول یکش آماده است، با لول یک میپره اون سمتش، بازم اینچنترس رو میکشه، دابل دمیج رو برداشته، دیفیوزال بلیدش اومده، میاد های گراوند، از اینجا ساپورت حریف رو سورپرایز میکنه، موفق میشه اون رو بکشه و علاوه با لول 6 هم سعی میکنه که امبر اسپریت رو سر جاش نگه داره و بکشتش، که در نهایت با لول 1 هم موفق میشه امبر اسپریت رو هم باز بکشه. دقت کنین چجوری های گراند وایساده، هیلش کمه، جلو نمیره و حالا که لول 1ش باز آماده میشه میاد یه دونه لول 1 میزنه به نحوی که به مدوسا و اینچنترس هر دوشون برخورد کنه، اینچنترس میمیره، بعد از اون با کمک اسلار مدوسا رو هم میکشن. بچه آیتم بعدیش میخواد دگونابی بیاره، با هم تیمیاش اسموک زدن، میدونن هیروهای حریف لاین بالا رو دارن پوش میدن، به خاطر همین رو به اون سمت حرکت میکنن و امیدوارن که یکی رو پیدا کنن، سورپرایزش کنن و بکشنش. از اونجایی که تو جنگل حریف فارم میکردن، مطمئنن هیروهای حریف که نیستن دارن تو جنگل اینها فارم میکنن. این چنترس رو پیدا میکنه، با لول 1 نزدیکش میشه، دیفیوزال بلید روش میزنه و لول 2 هم میزنه و خیلی راحت موفق میشه که بکشتش. این بازی چرا دیفیوزال بلید زده؟ به خاطر اینکه بچه‌ها یعنی بیشتر به خاطر اینکه مدوسا دارن و میخوان مانای اون رو راحت تر بخوابونن. خب بچه ها درگیری وسط رو نگاه کنین، چجوری با لول 1 میپره جلو، لول 6ش رو میزنه و در اصل داره فضا سازی میکنه برای همتیمیاش که پاور رو بزنن، هیروهای حریف رو به عقب پوش میده، وقتی اوضاع خراب میشه با لول 2ش از به اصطلاح صخره میپره و فرار میکنه و میاد. دقت کنین لول 6ش هر موقع داره تموم میشه بک میده، میاد یه جای سیفی، با لول 1 باز هم خودش رو به درگیری میرسونه، لول 2 میزنه و موفق میشه امبر اسپریت رو بکشن. دقت کنین که بالا پوزیشن ساپورت حریف گریم استروک رو دارن، سعی میکنه از جلو بره، راهش رو قطع بکنه، با لول 1ش میپره، لول 2 میزنه پشت سرش، لول 6 میکنه و اینچنترس رو هم دنبال میکنه، دیفیوزال بلید روی اینچنترس میزنه و میبینین دائما خودش رو به چه نحوی داره به جداره ها و دیوارها میکوبه تا بتونه دوباره سریعتر با لول 6 خودش رو به هیروهای حریف بکوبه و اونها رو استان کنه و دمیج بده. ضمن اینکه دائما بچه ها برای خودش کلریتی میخره، بازم ساپورت حریف رو میبینه، با لول 1 خودش رو میرسونه، با لول 2 میپره بالا صخره، اتکش میدن و گریم استروک رو یه بار دیگه میکشن. دقت کنین الان که رو هیروهای حریف فشار آوردن، دائما تو جنگل حریف دارن میچرخن و فارم میکنن و مثل الان یه هیروی حریف وقتی میاد تو جنگل فارم بکنه یا لوکیشنش رو پیدا میکنن میرن واسه کشتن اون. امبر رو میزنه و چون مدوسا شیش کرده و نمیخواد زیر تاور حریف استون بشه، سنگ بشه، بک میده. اینجا هم یه پوزیشنی که شما میتونید اینجوری فرار کنید. دقت کنید لول 6 رو میزنه و سریعا تلپورت میکنه. شما میتونید تو موقعیت هایی که خطریه از این استراتژی هم استفاده بکنید. حالا که خیلی جلو هستن بازی رو، 5K تقریبا جلو هستن و هیروهای حریف دائما عقب باستن میرن روشان رو بزنن، متوجه میشن هیروهای حریف ممکنه رو به این سمت بیان با واردی که دارن، به خاطر همین اسموک میزنن و میرن مثلثی حریف، های گراوند حریف یه چرخی میزنن که ببینن واقعا حریف داره میاد یا نه، که اگه میومد خب غافل گیرش میکردن و احتمال زیاد درگیر رو میزدن، ولی به هر حال برمیگردن و روشان رو میکشن. آیتم بعدی هم داره اسکال و شعر میاره، بالا تاید رو میبینه، سعی میکنه خودش رو با تلپورت برسونه، از این طرف میبینه این چنترس خیلی نزدیکتره، تارگت راحت تری هم هست، میره واسه کشتن این چنترس و لول 6 میکنه داخل درخت ها. دائما میبینیم جاهایی که ویژن نداره که بتونه هیروهای حریف رو گیر بندازه و بکشتشون. دوباره میبینیم با هم تیمیاش اسموک میزنن، اسکال بشرش رو آورده و آیتم بعدی میخواد بی کی بی بگیره، پوزیشن امبر اسپیریت رو دارن، سعی میکنن خودشون رو به امبر اسپیریت برسونن، ولی خب امبر اسپیریت هیرویی که به راحتی با لول 6ش فرار میکنه. اسکن کردن پوزیشن هیروهای حریف رو میدونن، وارد هم دارن، لوکیشنشون پیدا میشه، با لول 1 میپره، لول 2 میزنه، ولی خب اینجا یه کمبوی خیلی عجیب و قوی میخوره، شاید اگر با لول 6 شروع میکردیم درگیر رو به خاطر اسپل ایمیونتی که لول 6ش بهش میده خیلی تاثیر
بهتری میتونست بذاره، ولی خب این هم یه بازی رنک بالا هست و به هر حال کشته میشه، ولی تیمش درگیری رو موفق میشه که ببره. دوباره روشان رو میزنن، باز هم چیز رو برمیداره پانگولیه زمین، این که بچه آیتم بی کی بی هم بی خیال شده و میخواد عوضش بکنه. دقت کنین چطوری های گراند وایستاده و از اون بالاست فقط یه لول 100، منتظره که هیروهای حریف یه مقدار بیش از حد بیان جلو و از اونجایی که 2-5 بود درگیری داخل درگیری نرفت، منتظر هم تیمی ها شد و بازم میبینید با وجودی که بازی رو 13 کی جلو هستن 3-5 سعی میکنن درگیری ندن، ولی همچنان فشار رو تیم حریف میارن، وای میسن توی مثلثی حریف، تو جنگل حریف و سعی میکنن اونجا فارم بکنن. لوکیشن امبر رو پیدا میکنن، ببینین چطوری عقب وای میسه. چرا عقب وای ساده؟ چون دوست ندارن کمبوی قبلی رو بخورن، دوست ندارن که شیش گیم استروک رو بخورن، فقط عقب وای ساده که اسلارک رو بتونه کاور بکنه. اگر درگیری شروع شد، اگر هیروهای حریف اومدن جلو و اسلاک توی پوزیشن خطرناک قرار گرفت، از همین فاصله نزدیک پشت درخت قایم شده بتونه شیش بزنه و داخل درگیری بره و کمک بکنه. بازم میبینید پشت سر اسلاک عقب دارن میچرخن، حالا که ایروهای حریف دارن میان و دارکسیر هم جلو میپره با لبلی که سعی میکنه جلو بره، تاور حریف رو اتک میزنه، سعی میکنه تاور رو بندازه. دوباره میبینیم لول 1 میزنه که دمیج بده، شاید دیسارم بکنه، برای لول 3 ما تو ویدئوی قبلی توضیح دادیم که توی لول 1ش بچه ها میگیره. خب حالا که تاور رو انداختن دیگه با خیال راحت میره تو، 6 میزنه، از داخل درخت ها میره، این چنترس رو پیدا میکنه. ببینیم توی تیم فایت الان داره چیکار میکنه، این پشت میچرخه، کمبوی که تو ویدئوی قبلی توضیح دادیم رو اینجا میزنه، لول 1 2 و 6ش رو، و موفق میشه دوتا ساپورت رو یعنی امبر و گیرمستروک و اینچنترس رو ببخشید هر دو رو بکشه. بیش از حد بچه ها ببینین جلو نمیرن دیگه این قسمت، یعنی اصلا جلوتر از این برن میرن تو چشمه حریف دیگه، ولی خب این اشتباه رو انجام نمیدن توی این نقطه و سعی میکنن بک بدن و بالا رو نگاه بکنن. حالا یه هیرویی که میاد جلو مثل مدوسا میرن واسه اتک زدن و کشتنش، ولی هیروهایی که لب چشمه بودن میبینین کمتر چیسشون میکردن و میذاشتن اونها داخل چشمه برن. بچه ها میبینین شارد روشان رو هم برداشته و از لولش که شارد اضافه میکنه که با سو ویدئوی قبلی به توضیح داریم از اون هم گاهن استفاده میکنه. خب هیروی حریفی بیش از حد جلو اومده بود رو میکشن. کل این قضیه که شما داخل مثلثی و جنگل حریف بار میکنین واسه اینه که یه هیرو مثل همین چند لحظه پیش که دیدین اشتباه کنه جلو بیاد و اون رو بکشید. جام میزنه های گراند حریف، شیش کرده، داره میچرخه، سعی میکنه هیروهای حریف رو عقب نگه داره، به خصوص وقتی امبر جلو رفته و داره ساپورتراش رو میکشه، میخواد فضا سازی کنه برای همتیمیاش که بتونن امبر رو بکشن. به هر حال تو شیش مدوسا گیر میفته، استان میشه، با لول 1ش سعی میکنه حد دمیج بده، لول 2ش رو میزنه، وای میسه مدوسا رو دمیج دادن، ولی خب مدوسا هم یه هیرو خیلی تانکیه که لیت گیم هم الان دقیقه 40 دمیج خیلی قویری میزنه، در نهایت کشته میشه، ولی ایمپکت زیادی داشت و تاثیر زیادی روی بازی بود. دوباره با هم تیمیاش میان واسه پوش دادن پایین، ضمن اینکه آیتم سیتنیکش رو هم کامل کرده. ببینید این بالا وای میسه، منتظر که پایین اگر درگیر شد از بالا با لول 6ش جوین بده، با لول 1 هم میتونه اول بپره دمیج بده، دیسام کنه، بعد 6 کنه و بیاد. حالا که درگیری نمیشه بک میدن تا روشان رو دوباره بتونه بزنن. سیتنیکش رو آورده، آیتم بعدی حالا بی کی بی چیده و میخواد بلکی بار بیاره. روشان رو میزنن، دوباره پنگلیر چیز رو برمیداره و حالا که چیز دارن، ایجیس دارن، میتونن دوباره و با خیلی راحت تری پوش بدن. دقت کنین لول 1 میزنه جلو نمیره، چرا؟ چون مدوسا 6 کرده. حالا که میبینه که روی حریف دارن جلو میان، سعی میکنه 6 کنه و به صورت عرضی حرکت کنه. با لول 6 مدوسا استان میشه، ولی خب لول 6 مدوسا به محض اینکه تموم شد میبینین جلو میره و سعی میکنه با لول 1 شیروهای حریف رو بکشه، از لول شارد استفاده میکنه
که به اصطلاح بیشتر زنده بمونه و حالا که داره کشته میشه سریعا چیز و سیتنیکش رو یوز میکنه و با لول 1ش سعی میکنه فرار کنه و رو به عقب بیاد. که البته اینجا دیگه هریش میگا کریپ میشه و جلو چشمه میکشنشون و جیجی میزنن و بازی علنن تمومه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با هیروی پنگولیر به راحتی وین بدین و امیدوار خودتو رو بالا بیارین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهداره.